به نام خدای یکتا و مهربان، از بطن قرآن صحبت میشه. میایم سری قصه حضرت سلیمان. حضرت سلیمان قصه شمیست که در تخت روان، یعنی از طریق باد انتقال میکرد. ای تو نیست عزیزایی، یعنی تخت داشت، برو گزی از او فرق نمیکنه، کم یا زیاد هر قدری که بود با ما انداز خودش، یعنی یک تعداد انسانایی که امروز بگونی عسکر، دو وقت بگونی غلام و برده یا خدمتگار در اطراف سلیمان قرار داشتن و یک تعداد کارفرماگا و کاردانگای دیگه هم مشاورایش که هم پادشاه بود، هم از روحانی سلسله بچه داوود، از داوود هم پیغمبر، برای از هم قدرت است. و تختی از هر جایی که میرفتی در سر تخت بود، اون آدم زیر تخت میدر آمدن و یک دیگه شوخی کرده، یک دیگه خدا، و بالاخره به نوبه تخت هم میبردن در یک جایی میرسوندن. این قصه تخت خودش. و قصه بلقیس، وقتی که سر بلقیس عاشق شد، او را دعوت داد، قطعی از یک رابطه اول با حساب گوید یک تماس گرفت، نفر روان کرد که تسلیم شد و بالاخره جرامت کردن، او را مهمان کرد. وقتی که مهمان کرد، در اینجا یک وقت گرفت که چه داره، تمام خصوصیتی که در وجود در منطقه بلقیس بود، نفر روان کرد و را به حساب برای داشت دادن. اما کسی که تخت جور کرده بود، همون رقم امو نجار خواستن، همون رقم یک تخت آماده کردن، بعضی چیزهای یعنی نادرات دیدنی دیگر رو آماده کردن، بازوجا طلب کردن، میمون کردن. وقتی که میمون کردن، بلقیس آمد در اینجا، در این بلقیس ای دیگر چون عاشق شده و بسیار کوشش کرد که ایره چه رقم دلش بدست بیارم، باز قصه اگاه کرد که یعنی باغ هم هست و اونو لشکر هم هست و اونو قدر به حساب بیابونیم اونجا تلاخانه رسه که قد تلا هست و یعنی قدر به حساب گویا محس دارم، میخواه فیل دارم و یعنی قدر دیگه گو بزو گسپند دارم، یعنی کلش به اون نشان داد. بلقیس دید که و علب عزی از مکد از زیاد دیگه، و ایستا گفت که ما امو اگر تو بخوای، ما ایقا قدرت هم دارم که کدام تخت داری در منطقه، هم تخت تبیارم در اینجا، ایقا قدرت هم دارم. من گفت چه تو؟ گفت خواه نه دیگه، آزمایش کن. گفت اگه ای تو کده باشی، خب ما قد تخت هم هر جوی برم قد تخت هم هستم دیگه، من همینجا ترا شوار میکنم. خب گفت که میارم، میره در 24 ساعت بیارم، میره در یک روز بیارم، که ایره در یک پلک زنان بیارم، همی تو من میتونم. گفت که پلک زنان میتونی؟ گفت آه. گفت خب بیاره میاری پلک زنان در لحظه این تخت جور کرده که بود نجار جور کرده تو گفت بیا بریم سکر کنیم. آمده رفتن سکر کنم که این تخت هرچه که تاو بالا کل جای سکر کرد دیده همه رقم های که همه رقم تسلیم شد این تختی بلقیس. قصه حضرت نوح اونمی بود که هر قدر سال را که دعوت کرد، یعنی تونست که اگه 70-80 نفره نجات بده از غم، درد، رنج، فشار، از بین اجدار و گشتار، یعنی ملک نفس با کجا نجات بده؟ ملک دل. ای تو نبود که یک ده با دریا و بحر و حساب که گویا بالا شده باشه از کوها، امکان نداره. ای چرا خود زمین در قدم در باری اول آتش بود، بعد از آتش باز اینجا برف و سر زیر ریخت یخ بندان شد، باز با میلیون ها سال بعد آتش، با میلیون ها سال دیگه یخ بندان، با میلیون ها سال دیگه بازی هوا یزی رد شد، یخ شد افتاو زدی. وقتی که یخ شد دیگه زمین با شروع کرد دیگه، شخ در جایش موند، خاک برد، اواری جور کرد، درای جور کرد، در هر جای یک جای هست که او را نداشته باشه، رای خود تیار کرد، آماده کرد قدرت بالا در سر رای کور سه کو سنگ لشم لشم که خواه گرد کرده بود، گلوله کرده اونجا گلوله کرده بود میلیون ها سال زیر چر خونده در دنون خودش رای شایی لا کرد. این همه رقم آب بلند نمیشه، یعنی آب ملک دل است، خاک ملک نفس است، از ملک نفس بر ملک دل دعوت کرد از اتینو یشتاد یا 85 نفره، یعنی طرفدار خودش که ادامه که دلشون اینمی خدمتی
انبیا و مل و خود انبیا و خودشان هم بسیاریشان از ملک دل بالا نبودن. یک اون تا از ملک دل که بالا شد باز ملک روحانی میشه، خودشناس میشه. بسیاری پیامبر ها خودشناس نبودن. این خودشناس ها روحانی که بود؟ یعنی پسان ها دیگاه یعنی اکثر این اولیا این یا میان قربان شما شما.